سلام‌الکای دکتر. خیلی خوش آمدید آقای اسلام. بفرمایید بشینید. حتما برای نتیجه آزمایشاتتون اومدید. آره آقای دکتر. مشتاقم بدونم. نمیدونم چطوری براتون توضیح بدم ولی باید بگم حال شما خیلی بده. خیر باشه آقای دکتر. نگرانم کردی؟ تشخیص ما اینه که شما مریضی آلمیسومنیا یا سایکولوژی فانتاستیکا دارید. دکتر، یه جوری بگو ما بفهمیم. چطور بگم؟ آقای اسلام، اسم این مریضی دروغ اجباریه. نه آقای دکتر. اینی که میگه اصلا خوب نیست. دروغ حرومه. حرام. باشه، بذار برات توضیح بدم. بفرمایید آقای دکتر، بفرمایید. خب، ببین، در مریضی دروغ اجباری، انسان دچار حالت دو شخصیتی میشه و این حالت رو در انسان ایجاد میکنه که حقیقت و دروغ رو با هم مخلوط میکنه و اونها رو باور میکنه و با اونها خودش و دیگران رو فریب میده بدون اون که احساس پشیمونی یا گناه بکنه. چی بگم آقای دکتر، گل گفتی. تشخیصت کاملا درست بود. عین عقربه‌های ساعت، میدونی؟ بعضی وقتا حرفایی میزنم که خودم هم نمیدونم راسته یا دروغ، ولی باورشون میکنم. راست میگم ها؟ خب این نشانهای مریضی دروغ اجباریه دیگه. یعنی نه آقای دکتر، من فکر نمیکنم اینا تقیه است. یعنی چی؟ تقیه همون دروغ مصلحتی خودمونه دیگه. وقتی تو موقعیت خطرناک یا مثلا خطر مرگ قرار میگیریم یا مثلا به خاطر ایمانمون میتونیم دروغ بگیم. یعنی ایمانت هم این کار میکنی؟ مثلا آقای دکتر، در باطن که نه، در ظاهر. میشه بیشتر توضیح بدی جانم؟ یعنی میدونی، یعنی دوری و خودداری کردن از گفتن حقیقت و تبدیل اون به چیزی که شبیه حقیقت باشه. میدونی کلام دو وجهی باشه، یه حرفی میزنی ولی قصد و منظورت یه چیز دیگه است. یعنی دروغ مصلحتی شکلش راسته ها ولی توش دروغه. در اینجا سوال شده چه فرقی بین دروغ و دروغ مصلحتی وجود داره، چیزی که ما اون رو به عنوان دروغ سفید میشناسیم. دروغ معنیش مشخصه. دروغ یعنی رسوندن خبری یا گفتن کلامی که اصلاً و ابداً واقعیت نداره. اما دروغ مصلحتی یا همون دروغ سفید سخنیه که در مواقع درماندگی و اجبار در مواقع خاص گفته میشه. کسی که نوع دروغ اول رو بگه کذابه، دروغگوه. در دروغ مصلحتی ما جوابی میدیم که معنا و مفهوم اون دور از اون چیزیه که شنونده انتظار داره اون رو بشنوه. این که در واقع همون پوشوندن حقیقته. یعنی مخفی کردن دروغ. اصلا آقای دکتر، اصلا. به من گوش بده. باشه، اشکال نداره. بذار یه سری آزمایش روی تو انجام بدم جانم. بهت یه قرص میدم و بعد سوالهایی از تو میپرسم که اگر دروغ بگی چراغ قرمز و اگر راست و حقیقت بگی چراغ سبز روشن میشه. ان شاءالله که همش راست آقای دکتر. دروغ مروغ تو کار ما نیست. اوه، وضعیت شما خیلی خراب آقای اسلام. همه جواب‌ها قرمز بود به جز یک سوال که اون رو درست جواب دادی. مگه چی پرسیده بودی آقای دکتر؟ اصلا سوال کردم که آیا اسلام دین صلحه؟ آیا رسول خدا اشرف مخلوقاته؟ آیا شریعت‌ها و قوانین اسلام همه بر پایه محبت، بخشش و اخلاق حسن است؟ که در جواب همه اونها گفتی بله و چراغ قرمز روشن شد. فقط یک سال رو راست جواب دادی و همون یک دفعه هم چراغ سبز روشن شد. چی پرسیدی آی دکتر؟ اصلا سوال کردم آیا منو دوست داری؟ تو جواب دادی نه. فکر کنم این دستگاه سنجش شما خرابه. متاسفانه وضعیت شماست که خرابه و هیچ کدوم از داروها هم بر شما اثری نداشته. آی دکتر، یعنی اصلا امیدی نیست؟